آقا نمیخواد، ضرورتی نداری. عاقل همیشه بهترین آرزو رو میکنه که بهترین اتفاق بیفته، ولی خب کار دیگه، اینم شرط عقله. جناب مهرگان سلام عرض کردم. سری به ما نمیزنید و احوالی از ما نمیگید. اتابت مرسا مصطفی شازده خجره نمانده داره سرزد. شنیدم بار آدماتون توقیف هم احوالش ما دورا دور جایی احوالاتتون هستم. خبرهای ریز درشتی از ما وقت شنیدم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. این آقا ابوالحسن خان هاشوی پوست خربوزه است، امروز و فردا رفتنیه. صلاح در اینی که زیاد باش آتی نشین. از دنتون خوشبخت شدم. یه چیز دیگه آقا، خاطرتون باشه موی گربه رو اگه از راه برعکس نوازش کنی چنگت میزنه. یارو کی بود؟ خسرو مهرگان دیگه. دیدمش. چی کار داشت؟ خارج از به دوبستونای این سازمان واسه خودش کامیون وار میکنه و میرسونه به دست مشتریای خارجیش. پس آدم زینفوزیه. دوره اینا تمومه. ولی این یکی دومش بس به دوم از ما بهترون. این ابوالحسن خان توتون چیه نابخرد داده گوششو پیچوندن. واسه همینم هم داره تابان پس میده. در افتادن با این جور آدما مشت به دیوار کوفتنه. دوره ریاست این ابوالحسن خان کوتاه دایی جان. کوتاه. خسرو مهرگان رو با پرویز خیاط دیدم. بیجا کرده. به به بفرمایید خسرو خان. از کار کاسبی آباد خسرو خان چه خبر؟ بس مزاحمت نداشتم. ولی اتفاقی افتاده که جناب علی خودتون در جریان ماوقع هستین. اجالتاً برای پیگیری اموال گم شده نیومدن. خانواده راننده ها همراهاشون پاشنه در ما رو کندن. البته حق دارن. عزیزانشون رو میخوان. یه دستی میزنید و دستی بگیری خان. از شما بعیده. آداب معاشرت بلد نیستین یا ما رو لایق ادب و احترام نمیدونین. وقت و حوصله حاشیه رفتن ندارم. آدم عاقل با شاخ گاف طرف نمیشه. صندلی که روش نشستی پایه‌اش لق حضرت آقا. خیلی ها رو اون پشت دیدم. میدونی فرق آدم عاقل و جاهل چیه؟ آدم عاقل اعمال دیگران میشه عبرتش، جاهل خودش میشه عبرت دیگران. آدم عاقل وقتی میتونه از در بیاد تو از رو دیوار نمیپره که گردنش بشکنه. من از دیواری کسی نپریدم، سرم به کار خودم. ما اینجا خودمون از آب کره میگیریم، از آلوغ مردار سنگ هم میکنیم. نگاه نمیکنیم آدم هایی مثل حضرت عالی از 180 فرسخ اونورتر بیان اینجا نون رو از گلمون بیرون بکشن. مشتی داری با دوم شیر بازی میکنی. شیر اگه شیر باشه دومش رو دست کسی نمیده. نه خوشم اومد، نشون دادی که واسه خودت کسی شدی. عقلم ماته که چی تو این آب و خاک تهرون هست که هرکی تو که پاش میرسه به این خاک فکر و خیال برش میداره. یارو کیسه کش همومه، از دادکوره میاد تهرون که دست پای مردم رو کیسه بکشه. سر یه ما نشده میبینی شده تاجر پشم و پنبه. 5 تا هموم هم خریده. دستگون هم نمیتونی با نیزه به دماغش برسونی. دوان داری میری جوون. دیگه مثل قدیم نیست. هر کاری روشی داره، سهمی داره. من قصد جنگ و جدل ندارم.
حرف ساعت من یه قازم نزن. من آدمامو میخوام. کجا میری خان؟ حرفم مونده؟ فکر کردی توی این مملکت یه تاجره اونم توی جناب مهرگان؟ هر روز هزار تا این شما میان توی این اتاق، هر کدومشون هم کاسبی خودشون رو دارن، کاری به کار ما ندارن، ما هم چوب تو سوراخشون نمی کنیم. داری پاتو میکنی تو کفش بزرگتر، داری جونش خانشو قتلم میکنی. من حقو تو دهن شیرم باشه بیرون میکشم. قانون میدونه چیه؟ دوره گردن کشی و خانه خان بازی تموم شده. الان مملکت یه دونه قانون داره و یه دونه پرچم. من به پرچم و قانونتون کاری ندارم. ولی با تو کار داریم. من و رعیتم کار میکنیم، عرق میریزیم، مرتشو میگیریم. بابت اینم به هیچ بنی بشری باج نمیدیم. تاجری که نتونه بارشو به موقع به مقصد برسونه تاجر نیست. من آدمامو میخوام. راه رسوندن بارم به مقصد خودم پیدا میکنم. فقط میخواستم بگم که جلو ظلمم وای میسه. داری واسه من شاخشونه میکشی بچه دهاتی؟ راهو داری اشتباه میری. من آدمامو میخوام، شما هم فرصت زیادی نداری. آدمامو میخوام، آدمامو میخوام. واسه تا آخرش هم تعدیلت بدم. کاملا اتفاقی بود. اتفاقی. خیلی خوشحال شدم از دیدنتون جناب خان. من نمیفهمم این دست پس تو به خاطر چیه. میدونی الان چند نفر آرزو داشتن جای تو باشن؟ فروغ بذار من و تو با هم دیگه دوست باقی بمونی. خب تو که زن مهراد بشی که دوستیمون عمیق‌تر و قوی‌تر میشه. تو مهمونی ندیدی شکوه سلطنه چی گفت؟ دست منو گرفت، گفت خدمتکار و ندیمه ای با بوده الان به اینجا رسیده. من فردا پس فردا زن مهراد بشم، تقی به توقی با خودم میخواد بزنه تو سر من، بگی یادت نره سر از تخدر بردی ندیمه ما بودی. فروغ تو که نمیخوای من یک عمر با تحقیر زندگی کنم. دست فردار مهراد جونش واسه تو در میره. این حرفا همش واسه قبل از ازدواجت. من و مهراد از دو تا خانواده متفاوتیم، دو تا فرهنگ متفاوت. دو تا فرهنگ متفاوت. مهراد واسه تو مهراد بابا بذار قهوه‌مونو بخوریم. هفته کامیونو کلی اسب و خر و قاطر رو داغون کردن از بین بردن. چه اعتمادی به این ابوالحسن خان هست آخه؟ هیچی. به این دولتی ها هیچ اعتمادی نیست. و چرا اجازه نمیدی برم جنازه عزیزاشو بیرق منزلشون بکنم، هفت تن تریاکو از حلق جد و پدر جدش بکشم بیرون؟ جنسه خیلی مهم نیست. مهم نیست خان؟ بعدم بررسی میکنیم. یه عده کارگر بیچاره برای ما بار جا به جا میکردن، باید پسشون بگیریم بفرستیم سر خونه زندگیشون. یعنی چی؟ یعنی تو تونچی و اداره انحصار به حرف و وعدهشون وفا دارن؟ شهامت منچ انداختن با منو ندارن. الان طبق وعده آدمامونو میارن صحیح و سالم تحویل میدن. اگه حرفاشون دروغ و وعده هاشون کشف بود چی خان؟ تلافی میکنیم. خودشونن. حسامون رو مرده مرده آشنا
مراد خان. آقا اومدن بودم برشو دور نزد از اینو بیرم خوبه؟ برو با اونی که بیرونه بگو از اینو بیرون من نگاه میخونی بودو بپوشیم از اینو باسو پوش باشی اولا بجا ارتش وقت تلف نشه. کارتون رو سریع بدون نقص انجام بدین. دستورش داده شد آقا. تا خبر بودن تموم شه. چایش.
تکمیل شد. همه رو ترک و اونجا غور زدیم. راشون من دست حالا سوار شید را میفتیم. که پیروز به دست ما رسیده قرار بوده سری ارتشی بیان اینا رو ببرن. اینا ارتشی نبودن. بهمون کلک زدن به دست روخته ها بریم دنبالشون. خانم شکیبا، خانم شکیبا، خانم شکیبا، عذر میخوام مجدد مزاحمت میشم. میخواستم یه لطفی کنین با من تا خونه پروفسور بیاین. شرمنده، نمیتونم با تون بیام. اون آدرسی که به من داده بودین اشتباه بود. مطمئن باشین درسته، من خودم اونجا دیدمشون. واقعیتش من تهران رو خوب نمیشناسم. لطف کنین با من بیاین. من یه مریض تو بیمارستان دارم، الان به کمکتون نیاز دارم. باشه، فقط زودتر بریم برگردیم چون من کار دارم. ممنون، ولی این مطلب میگه شما تو جراحی افسانه اید. اینو گرش بزن. افسانه؟ مبالغه میکنید. اون تخت عوض کن، ما رو زمین زندگی میکنیم. نسبتی بین افسانه و واقعیت نیست. شمایل ما چشمگیر نیست؟ مطلبی که خانم نوشتن در مورد حقیر توی این جریده از روی وجدان روزنامه نگاریشونه، ولی حقیقت اینه که من نمیتونم برگردم به اون بیمارستان، یعنی رام نمیدن. عمل جراحی شما هم حتما باید تو بیمارستان انجام بشه. حالا چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟ یکی از دوستان من هست تازه تخصص گرفته از فرنگ اومده، میگن اون عمل شما رو انجام بده. جبران میکنم. بعد دی. نگران نباشید. اگر ایشون کسی رو تایید میکنن مطمئن باشین کارشون رو درست انجام میدن. بیمارستان برخورده که ایشون پروفسور رو آورده بالا سر بچهش، ولی زورشون نمیرسه چیزی بگن. که پسر آقای مهرگانه؟ بله خانم. مطمئنی سراج؟ بله خانم شکیبا، حسام مهرگان. پدرش هر روز بهش سر میزنه. مادرش چی؟ فکر کنم مادر نداره، چون از موقعی که آوردنش فقط پدرشی که بهش سر زده. به چشم برادری پدرش خیلی مرد خوش، خیلی آدم خوبیه. که آدم خوبیه نه؟ خانم قربونتون برم، شما و فروغ زمان خانم هزار ماشاءالله مردان پشت نورسیتون رو به حساب نمیارین که. پس بی زحمت یه کاری کنید ما به یه نونوایی برسیم. میری پی کارت یا نه؟ چشم خانم چشم، من که حرفی نزدم، فقط لله نیفریزی همچین مردی با این همه کمال و تنها باشه. برو پی کارت سراج. چشم. برو. خوبی؟ شنیدم غذا تو نمیخوری؟ میلی به خوراک ندارم، حوصله‌ام به تنگ اومده، بیمارستان خیلی بده. اما باید غذا تو بخوری تا حالت زود جا بیاد. خانم من کی میتونم برم؟ خیلی زود، خیلی خیلی زود. این آقای دکتر رو دیدی؟
آوردیمش بالای سر تو که حال تو رو زود زود خوب کنه. اما یه شرط داره. چی؟ اینکه غذا تو بخوری، داروهاتو به موقع بخوری، پسر گلی باشی تا حال زود 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 خوب بشه. غذا اینجا خیلی بدمزه است. خودت بدمزه ای. دروغ میگه خانم شکیبا. اصلا مزه نمی کنه که بفهمه خوشمزه است یا بدمزه. تو برگشتی؟ از وقت این حسان جون اومده اینجا من این پروانه دورش میگردم. البته اگه به گوش خانم دکتر مصطفی نرسه. فکر کنم اگه براش غذا بیاری الان میخوره. مگه نه؟ معلومه که میاره. چه پسر ماهی، لنگه باباشه. اگه یه موقع یه چیزی لازم داشتی به این خانم پرستاره بگو برات میاره. باشه پسر گلم. باشه. میشه الان نری؟ آخه خیلی کار دارم. خواهش میکنم. باش. چند دقیقه دیگه میمونم. دو روزه به هوش نیومده. حالش خوبه؟ عالی. خطر رفت شد. پس چرا به هوش نمیاد؟ میاد. یکم صبر داشته باشیم. نفسش خفیف میکنه. درست میشه. هرچی از خدا میخوای بهت بده دخترم. تو رو خدا خوبش کن. سلام خانم دکتر. شربتی که براش نوشتم از دواخونه بگیرید، سه بعد در روز بهش بدید. به هیچ عنوان نباید غذای چرب بخوره. تا وقتی اینجاست حواسمون بهش هست. ولی یادتون باشه وقتی که اومد خونه بعد شما مراقبش باشید. به هیچ عنوان نباید از جاش بنشه. چی شد آقای دکتر؟ هیچی؟ عملش کردی؟ حالا باید چی کار کنی؟ حالش خوبه، باید منتظر بشه حالش جا بیاد. نگرانی؟ ممنونم ازتون پروفسور. خواهش میکنم. بیا بیا من تو کار دارم. بیا. شما رو ابوالصدر معرفی کرده. چجوری باش آشنایی؟ ترو شیر تو شیر شده؟ آره ولی نه اینقدر. های بسو هم این بار مراعاتتو میکنم چون میدونم مریض داری، وگرنه دفعه دیگه مثل خودم ها حرف میزنم. ببین دومه تو میذاری رو کولت برمیگردی و همون خراب شده یکی ازش اومدی. اری
دست کردی تو لونه زنبور، افتادی دنبال ناموس مردم، فکر شر ارته با بعد کسی داری شاخ تو شاخ میشی. من که نفهمیدم این مباحثه در چه خصوصه. در خصوص همونی که رسول بیشتر منزل فکر کردی هرکی هرکیه. مهربانو ترانه تواب بکش تا ندوختمش به هم. یه بار دیگه طرف خودش خونش محل کارش ببینم ات زندت نمیذارم. اون وقت تو کیشی؟ باباشی؟ ننشی؟ داداشش؟ شوهرشی؟ برو پسر جون برو. بسی نفهمی چی میگه. بذارش شیوت چطور مراته؟ حالت جانی؟ حواست نیست؟ فاش ناراحته. برو تحتیشو در بیار. خوب برو. آقا خوش اومدی. خوش اومدی. نمیخوایم بگیم چی شده. آقا من مطمئنم یه چیزی شده که حال شما انقدر خرابه دیگه. فقط نمیخوایم به ما بگیم. تو غیرت داری جان؟ اصلا تو مردی؟ حالیت غیرتو چجوری حجی میکنه؟ آقا این چه نقل و کلامی آخه؟ اصلا میدونی مهربانو با کی داره هشونش میکنه؟ یارو رو میشنسی؟ آقا با کسی هشونش نداره؟ من اصلا حرف شما رو نمیفهمم ولی دیگه داره من مر میخوره. من دهن تو به مر میخوره. بهروز بگو آقا تشریف بیاره هندونه قاش کردم این اصل. ماشین کجاست؟ تو گاراژ باشگاه. میتونی یه مدت دستت باشه؟ ها؟ که چطور باشه؟ تم با خوش و کمالت. میگم یعنی دستت باشه ازش استفاده کن یه مدت کاراتو باش انجام بده. چه چه؟ آقا گفتم ماشینشون دست من باشه. ای بابا دختر اصلا معلوم نیست صبح کجاست. میگم آقا میخوام برم دنبالش. آقا من سلام خانوم خوش اومدی بفرما. سلام. سلام. خواستم چند لحظه مصده اوقاتت بشم. بفرمایید داخل. نه همینجای مختصر کلومی هست بهتون میگم و میرم. بفرمایید. ببین من نیومدم آهناله و التماس از این کارو بکنم که در شأن من و خانوادم نیست. فقط یه دینی به گردن اومدم ازش خلاص شم. دین؟ ببینه یه کسی به من دل بده تا آخر دنیا دل دادش میمونم. هر جون ناز و عداشم میخرم. ولی اگه دلت با من نباشه زور که نیست هست.
الان عصبانی هستی. میرم یه چایی بریزم بخوری حالت جا بیاد. نه خوبم، همینجا حرفمو میزنم. خدا شما رو به خسرو خان، خسرو خانم به شما ببخشه. چی شنیدم؟ چرا اسم این آدمو میکشی وسط؟ نخوا کفتر چنبون بشی که بیلونه میمونی. بشین آقا بروز. بشین کلاتو بذار بالاتر، سرتو بکن زیر خاک، نبینی دور بره چه خبره. این آدم دو رو که نه چند رو داره. به من ربطی نداره ببین شما اون چی میگذره. عقدیم گفتن آفتابای اطلاس باز جاش تو خلاص. شما داری خیلی تون میری. من شما نمیدونم یکی بگم یکی بشنوم. اومدم بهت بگم با آدمی طرفی که اگه فهمیدی زودتر خر لنگ تو از تو گلهای بدبختی و بدنامی بکشی بیرون. با آدمی طرفی که ابایی از آدمکشی و کتککاری و آتش سوزی رو انداختن نداره. با آدمی طرفی که دستش به خون آلوده است. خوب واسه خودت میباری یا میدوزی؟ فکر کردی میرزا همه چیز دونه تهرونی؟ خواب فردا شبم امشب میبینی؟ آره هستم. موقع که بهم گفتی تو فکر ازدواج نیستی و شرایطشو نداری ناراحت شدم، ولی عصبانی نشدم، بهت حق دادم. ولی الان میفهمم که با من بازی کردی. اینکه پشت سر دختر مردم حرف تراش میکنی راه به ترکستانه. شما شما دخالت نکن، بذار خودش حرف بزنه. هیچی بین شما اون تازه به دوران رسیده نیست. من هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم. چی داریم به هم میبافتی؟ پس هست یه چیزایی هست، یه چیزایی هست. آدم باید چشمش باز باشه، هر خاکی رو هم نمیشه به سر ریخت. این آدمی که سر پیری حواس جوانیش گل کرده کمیتش میلنگه سرکار خانو. چشم بسته جلو نرو. ریزه درشتو به هم میبافی یا میری؟ چند تا گفتی؟ حالا واسه چند تا هم بشنو. من و شما دیگه با هم بی‌حسابیم. دینی به گردنم بود که خواستم با گفتنشو ادا کنم. این انگشتی بود از خروار. شما خواه پنگیر و خواه ملال. شما بفرمه، شما بفرمایید. من خودم پیگیر میشم ببینم چی شده که شما یه همچین خیالاتی کردی. بفرمایید. Oh, yeah.